به سلام، خوب باشید امیدوارم. منم امیدوار باشین که خوب باشم. الان که در خدمت شما هستم احساس خوبی دارم و بعد هم وقتی که اخیراً دیدم آقای رفسنجانی حرفای خیلی دلانگیز و خوبی زدن، باز در درون من گل از گلم باز شد که ایشون گفتن چرا به مردم زور میگید و چرا یک نفر رو میگیرید دستگیر میکنید بعد میرزین تو خونش کتاباش و کاغذاش رو بررسی میکنید که چی خونده چیکار کرده. وقت چقدر خوشم آمد، دلم میخواست دسترسی داشتم خودم خصوصا و خصوصی با آقای رفسنجانی میگفتم که تا حالا خبر ندارین یک رئیس جمهورایی بودن اینجا تو همین مملکت که در زمانشون از این بدتر میشد و قتلای زنجیره‌ای میشد و مردمو تو خیابون خفه میکردن. آقای رفسنجانی شما خبر ندارین، نمیدونین که همون موقعی که اون پیرزن عمامه شما رو از سرتون برداشت، یادتونه که من همون موقع یاد اون مثنوی نظام گنجوی افتادم، همون که میگه پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، که ای ملک آزرم تو کم دیدم و از تو همین سال ستم دیدم. شرح جنایات و فجایع رو میده که در زمان سلطان سنجر میشد و عدده به پایه و قدر امروز نبوده، ولی خب به هر حال چیزهایی بوده است. و آقای رفسنجانی کاش یادشون بیاد اون روزها رو و یادشون بیاد که اون موقع یه رئیس جمهوری داشتیم که همه این فجایع رو میدید، ولی چون سر بچه های خودش نیامده بود، حالا هنوزم سر بچه هاش نیامده اونجا که سر بچه های مردم اومده. من این عکس رو که دیدم که دوباره پیرزنی که عمامه آقای رفسنجانی رو برداشته، اون مثنوی خودم برام خاطره زنده شد و پیدا کردم یه بار دیگه براتون بخونم این عکس و یه عکس دیگه ای که اگر شد که داره اما من رو سر جاش میذاره، از وحید سالمی هست. من البته رو اینترنت برداشتم. ذکر مأخذ و ذکر سپاس از وحید سالمی. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد عمامه اکبر گرفت، گفت بده تا بنهم بر سرم، تا که تصور بکنند اکبرم، بلکه از این راه به جایی رسم، مثل شماها به نوایی رسم. ما و شما فرق نداریم هیچ، غیر همین پارچه پیچ پیچ، مثل تو ما نیز در این سرزمین خانه به دوشیم و اجاره نشین. اشاره به فرمایش اون روزگار آقای هاشمی رفسنجانی است که فرموده بودن ما هم اجاره نشین هستیم و خونه خودمون نداریم، که خب دل خیلی ها کباب شد از این. یه تصمیم گرفتن اگر طلا و جواهراتی باقی مونده که به حساب صد امام نریخته بودن ببرن بریزن به حساب هزار آقای رفسنجانی، که خب ایشون هم آدم دلش کباب میشه دیگه. بنیاد شهید فکر میکنم که باید فکر میکرد به اینکه ایشون، البته خب شهید که نیستن ولی شهید پرور که هستن. حالا میگه پیرزنه، میگه مثل تو ما نیز در این سرزمین خانه به دوشیم و اجاره نشین. خانه ما نیست ولی کاخ و قصر، خیلی طلبکار در آن صبح و عصر، هر نفری آمده با توپ پر، فوش دهد بر پدر نسجی خور، این طلبت پول پنیر و کره، آن طلبت وچ شوید و تره، آن دگری می طلبت پول نان، فوش کشیده به زمین و زمان، کرده حواله به من مشتری، پای خران
بابت نان بربری لیک گذشته ز چنین ماجرا. نه میگه لیک گذشته ز چنین ماجرا زندگی هم هست شبیه شما، چون پسرانت پسرانم رشید، هر سه در اندیشه شغل جدید. آخه پیرزنه پسرهای خودشو با پسرهای آقای هاشمی رفسنجانی مقایسه میکنه و دونه دونه حالا شرحشونو میده. آن وسطی رفته به جنگ عراق، پای وی از دشمن بعثی شلاق، آمده با عزت و جوش و خروش، گشت گدای سر میدان شوش. آمده با عزت و جوش و خروش، گشت گدای سر میدان شوش. حالا البته لابد موقته، یه شغل پیدا میکنه یا ترقی میکنه. گر که ز بنیاد کنندش کمک، میرود این هفته سراح ونک. نگفتم ممکنه که ترقی کنه، که از بنیاد از میدون شوش میره به سراح ونک، چون پاشو از دست داده در جنگ با عراق. خو البته هدیه به رهبر کرده دیگه، پاشو دیگه شعرش هم بود دیگه. حالا بعد این میگه که آره میره گرکز بنیاد کنندش کمک، میرود این هفته سراح ونک. بنیاد همون بنیاد شهیده و بنیادی که مستضعفانه، که به اینایی که در جنگ معلول شدند یا به خانوادهی که ناناورشون شهید شده، اینا مثلا ناسه شهی کمک کنن. ولی خب تشکیلات عظیمی دارن، ما رئیس دارن، منشی دارن، حساب بانکی تو سوئیس دارن. خب بعدم چیزی که بهرش هم به هر حال میدم به این. حالا این که پسر وسطیش بود، حالا میگه آن پسر کوچک من مصطفی، شکر خدا هست خودش خودکفا. آخه این خودکفاست، رفته کلینیک ته لاله‌زار، کوریه خود داده به 300,000. آره دیگه این درآمدش همینه که رفته کوریه. 300,000 هم البته رقم اون روز، الان نمیدونم که مزنه کوریه چنده. تنها ممر درآمد یک سری از جوان ها و تحصیل کرده های ما هست در ایران. ولی خب چه فایده، فقط یه بار میتونن این درآمد رو داشته باشن، دفعه دیگه که کلیه برم بدن نمیگیرم. یا آقا تو یه کلیه دادی اصلا دیگه. آخه رفته کلینیک ته لاله‌زار، کلیه خود داده به 300,000. من شدم حال پرستار او، نصف شده یک کمی ادرار او. دکتر گفت آب بنوشد زیاد، تا که دوباره سر شاشش بیاد. همین امید پیرزن فقط اینه که حالا بچهش کلیه که دیگه نخواهد داشت. ولی خب آب زیاد بخوره به وضع سابق برگرده. حالا پسر بزرگش رو میگه. آن پسر ارشد من مرتضا، شکر خدا هست کارش رضا. اولی چی بود؟ رفته جنگ عراق، او رفته میدون شوش، حالا قراره بره میدون ونک. دومی هم که رفته کلیهش رو. آره اینا توضیحات که من میدم، خب برای این که شما وقتی که دستتون روزنامه یا کتاب میخونید فرصت برگشتن و مراجعه دارید. غزل حافظ رو که میخونید دوباره به هم میگردید ببینید معنی اون بیت قبلی با بیت. اینجا چون سریع رد میشه، من حق میدم به شما که موافق باشید که من یه مقداری اینا رو آرامتر و گاهی با برگشت و عقب جلو خلاصه عرضه کنم خدمتتون. آن پسر ارشد من مرتضا، شکر خدا هست ز کارش رضا. رفته و همکار شده با پلیس، قسمت توزیع هروئین رئیس. رئیس قسمت توزیع هروئین شده. با 2 گرم جنس که شد دستگیر، بود فقط 1-2 روزی اسیر. بعد فروشنده سیار شد، با هروئین وارد بازار شد.
اولش او عاشق تریاک بود، قیمتش البته خطرناک بود. در پی اقدام گرانی شکن، بررسی تعرفه های وطن، دولت نو شد ز گرانی پکر، داد هروئین به بهای شکر. دولت نو رو غلط خوندم، دولت تو، دولت آقای رفسنجانی، شد ز گرانی پکر، داد هروئین به بهای شکر. تریاک همجوری گرانمون، ولی هروئین دیگه نرخش شیرین شد. شیرین اینجا معنی عکس بوده. به بهای شکر شد، ارزون شد. هر چی که کم بود در آن دید، داد دولت تو، میگه هر چی که کم بود در آن دید، داد بابت یارانه و سوبسید. داد سوبسید همون لغت یارانه از خارجیش فرانسویش، اینو قبل از اینکه یارانه رو درست کنن همون سوبسید میگفتن. گرد سفید آمد و بیداد کرد، نسل جوان را همه معتاد کرد. بچه ما را که گرفته پلیس، گفته صدا هیچ نکن هیس هیس، یا که بمان داخل زندان اسیر، زج کشیده ز خماری بمیر، یا که ز همکاری ما شاد شو، کاغذی امضا کن و آزاد شو. روز دیگر عامل توزیع شد، حائز بس رتبه و ترفیع شد. گرو گرفتنش، گروگان گرفتنش که فروشنده بشه. پس پسرانم همه با افتخار، مثل پسرهای تو مشغول کار. حالا دخترشی، دختر من در پی شلوار جین رفت به یونایتد شیخان نشین، پول ز من خواست و تأمین نشد، خطبه تو نطق تو هم جین نشد. یعنی همون این حرفای تو این چیزو برای فاتی تو مون نمیشه رو اینجا به این شکل که خطبه تو نطق تو شلوار جین نشد برای دختر من و دختر رفت به امارات عربی. دختر من در پی شلوار جین رفت به یونایتد شیخان نشین، پول ز من خواست و تأمین نشد، خطبه تو نطق تو هم جین نشد. رفت دبی دختر کم سن و سال، تا بخرد جین و کمربند و شال. گر بکند فرصت پوشیدنش، کنده شود شیخ عرب از تنش. منش خوب نفهمیدم. گر بکند فرصت پوشیدنش، کنده شود شیخ عرب از تنش. معنیشو همه فهمیدیم. خب این خبرها هم بود، میفروختن، اجاره میدادن دخترکانو، دخترکان کم سال ایرانی رو. من باور نمیکردم تا روزی که آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری خودشون تکذیب کردند این خبر رو. قبلش من باور نمیکردم. حالا پیرزنه از شوهرش میگه شوهر من آدم دلپاک بود، قهوه‌چی شعبه ساواک بود. آخه بود بدون نظری آن میان، شاهد رفت آمد روحانیان. چایی میبرد میده، حواسش هم نبوده، ولی میومدن آقایون روحانیان رو میرفتن و اینا، نظری نداشته. بود بدون نظری آن میان، شاهد رفت آمد روحانیان، ضمن پذیرایی با چای و کیک با همه شان دای سلام علیک. السلام علیکم حاج آقا، بفرمایید چای
چه خبر از امام رضا، چه خبر از سید شهدا، چه خبر احوال پرسی های اینجوری لابد با اینا که اون موقع که حکومت نداشتن که بپرسیم از کنفرانس ژنو چه خبر از سلاح هستی، چه خبر احوال ائمه رو داشت. به یاد از همشون نام ها، نام بسی حجت الاسلام ها، یعنی این قفه چیز ها که چایی که میداد اینا رو میومدن میرفتن این آقایون حضرات روحانیون، میگه این میشناختشون دیگه، اسمشون یادش بود داشت. به یاد از همشون نام ها، نام بسی حجت الاسلام ها. خب آخه این حجت الاسلام ها اطلاع میرفتن ساواک، خب ببینن چه خبره یا بیان بگن چه خبره، به هر حال امضای کنن، حقوق بگیرن. اینم چای میداده بهشون، کاری نداشته. داشت به یاد از همشه نام ها، نام بسی حجت الاسلام ها، شوهره همین پیرزنه که امامه آقای خامنه رفسنجانی برداشته. گفت اگر شاه شود سرنگون، عبدالله بچه ساواک میگه به زنش، گفت اگر شاه شود سرنگون، زود ز ساواک بیایم برون، نزد رفیقان خودم میروم، قهوه‌چی حوزه قم میشوم. سیاسی که نبودی که، میگه شاه بیفته من میرم اصلا خدمت خود این آقایون که میادن اینجا اونجا تو قم، رفیق میدرسه خودش با اینا، نزد رفیقان خودم میروم، قهوه‌چی حوزه قم میشوم. لیک دو روزی پس از آن انقلاب، نیمه شبی جلب شد از رخت خواب، از تولید به مصرف جلب شد از رخت خواب. لیک دو روزی پس از آن انقلاب، نیمه شبی جلب شد از رخت خواب، خورد به او با همه دلخوشی، مهر شکنجه‌گری آدم کشی. آخه قهوه‌چی رو میبرن میگن تو شکنجه‌گر ساواک بودی، آدم کش بودی. خب برای اینکه آدم کشا و شکنجه‌گر رو که لازم داشتم میخواستن، حقوق بهشون میدادن، بردنشون، هم ازشون استفاده کنن، هم ازشون یاد بگیرن، هم چیزای تازه بهشون یاد بدن. به همین دلیل اون وقت بالاخره با شکنجه‌گر هم گیر بیارن، آدم کشا هم گیر بیارن، اعدام کنن دیگه. نه اینو اعدام میکنن، نه یعنی اینو که نه اعدام نکردن بیچاره رو که. خورد به او با همه دلخوشی، مهر شکنجه‌گری آدم کشا. خب اینم که این حجت الاسلام رو میشناخته، پدر سوخته، چایی میداده بهشون، حتی میدونسته کدومشون قند برمیداره میذاره تو جیبش یواشکی، اینا رو میدونسته، دعوت میدونسته. بعد پیرزنه میگه من به بزرگان متوسل شدم، آب شدم، خاک شدم، گل شدم، قصه شدم، گریه شدم، حق حق نخه، قصه شدم، گریه حق حق شدم، ناله شدم، درد شدم، دق شدم. که شوهرش بیگناهه، گرفتنش. عشق شدم، آه شدم، غم شدم، پوچ شدم، هیچ شدم، کم شدم. میره مراجعه میکنه به این حضرات، من به بزرگان متوسل شدم، آب شدم. خب بزرگان دیگه یعنی کیا؟ یعنی هم حجت الاسلام مثلا اون که قند بلند میکرده، مثلا شده صاحب کارخونه قند، اون که مثلا استکانو میداشه تو جیبش، شده مدیر کارخانه جات شیشه فلان، نه نه اون که قاشق چای خوری کرده، تو میدونم به حال الان شده رئیس بنیاد مستضعفان حجی بوده. عشق شدم، آه شدم، غم شدم، پوچ شدم، هیچ شدم، کم شدم، تا که بیایند و شهادت دهند، پای به میدان حقیقت نهند. که آقا بیاین شهادت بدین، این بند خدا قوی‌چی بود. لیک کسی زان همه مرد خدا، آن همه با شوهر من
آشنا هیچ نکردند نگاهی به من تا چه تا به چه کار آمده این پیرزن گیا بیم بگین بیم بگم شما که شاهد بود این کار اینا بود حالتشان وح چه دلازار بود حالت حاشایی و انکار بود چی؟ پیرزنه؟ منو میشناسه شوهرش من نمیشناسم من شوهرشو بندازینش بیرون اه گفتم راه ندینه کسی میخواد بیاد منو ببینه یا بره آقا رو ببینه حالت شما چه درازار بود حالت حاشایی انکار بود صبح من این گونه اگر شام شد صبح دگر شوهرم اعدام شد من دهنلق قبلش لو دادم اعدام میشه این شعر قبلا خونده بودم صبح من این گونه اگر شام شد صبح دیگر شوهرم اعدام شد مصلحتاً در هچل افتاد و رفت عمر خودش را به شما داد و رفت واقع رفت اینجا نمیگیره بعد پیرزن ادامه میده خوب شنیدی پرزیدنت خان قصه تلخ من آزرده جان مام وطن نیز زنی چون من است غصه خور مردم این میهن است مردم بیچاره بیداد رس مرغ گرفتار هزاران قفس نیست در او جرأت گفتار و جیک گشت سکوتش عملا کار نیک این همه ظلمی که به ملت شده ملت اگر دم خور ذلت شده آن همه بیدادگری بهر دین آن همه اعدام که شد در اوین خودکشی کارگر و کارمند بابت درماندگی از چون و چند کلیه فروشی جوانان ما این که شده شهر نو ایران ما برای جوانان بعد از انقلاب بگم که شهر نو نام محله زنان خودفروش بود که یک منطقه قلعه در تهران رو به اونها اختصاص داده بودند تو کشورهای دیگه هم چنین هست تو هلند خیابون هست و تو هامبورگ باز حالا به هر حال اما الان اون قلعه بعد از انقلاب به مدد انقلاب و اخلاق اسلامی قلعه مالیده شد تموم شد اما اینجا پیرزن نمیگیدی که کلی فروشی جوانان ما این که شده شهر نو ایران ما این همه نامرد شدن در نبرد کشتن زنجیره ای اهل درد قتل نویسنده بد نیمه شب کارت با آن دکتر بد در مطب قتل نویسنده بد نیمه شب مثل مختاری مثل پوینده مثل زالزاده مثل غفار حسینی کارت با آن دکتر بد در مطب مثل دکتر سامی و بسیاران دیگری که ما گاهی هم خبردار نمیشیم قتل نویسنده بد نیمه شب کاردمان دکتر بد در مطب تیر خلاصی به حقیقت زدن نام سعیدی مثلا خط زدن سعیدی سیرجانی زنده یاد آن که به زندان شما بود و مرد در میکنوس کشتن مردان کرد قتل برومند و سپس بختیار مختصری گفتم و فهرستوار این همه زیر سر سرکار بود
تختعه نه، این همه زیر سر سرکار بود، نقطه تو مرکز پرگار بود. سید علی نیز که والی شده با نظر حضرت عالی شده. الغرضه اکبر عالی جناب، قصه نخور گر نشدی انتخاب. مال اون دوره یکیشون قرار بود دوباره رجوم بشه این کارا رو بکنه، نه یکی دیگه شد بده. ایشون به اون گفت این کارا رو بکنه. حالا الغرضه اکبر عالی جناب، قصه نخور گر نشدی انتخاب. این که در این دور تو را شد رقیب، خود تو درآوردیش از توی جیب. ماهی تو بوده و در تور تو، قتل اگر کرده به دستور تو. نوچه تو بوده در این راسته، با مدد لطف تو برخواسته. باز علمدار و سخنگو تویی، چون پرزیدنت تر از او تویی. چون که به هر حال تو پرمایه‌ای، صاحب صد آستر و لایه‌ای. ای پرزیدنت همه فصل‌ها، فرع تو باشد همه اصل‌ها. اند سخن ختم کلامی شما، مصلحت اندیش نظامی شما. حجت الاسلام پرآوازه‌ای، آنور محدوده و اندازه‌ای. هست در عمامه تو رازها، هست در عمامه تو رازها. شعبده ها دارد و اجازها. من که به عمامه تو میپرم، آب گذشته است دگر از سرم. ترس ندارم ز پلیس شما، و از قلم مدح نویس شما. که داره های رفسنجانی مدح نویس خارج و داخل کشور. به هر حال آدم پولداری آقای رفسنجانی، میدونیم که هر قلمی رام تو شد خوب شد، هر که نشد رام تو مغضوب شد. مثل زید آبادی، مثل زنده یاد کوشان، منصور کوشان، مثل سیدی سیرجانی. آه ببخشید اگر شد زیاد حرف من پیر زن بی سواد. چون که سر درد دلم باز شد، قطره ای از برکه ای ابراز شد. حال به تو پس دهم عمامه را، باز ادامه بده برنامه را. شعبده را این طرف آغاز کن، لوله نفت آن طرفی باز کن. شعبده را این طرف آغاز کن تو مملکت، لوله نفت آن طرفی باز کن به طرف حساب‌های سوئیس. مقام معظم رهبری و خودت شاد ز عمامه و از دلق باش. دلق لباسیست تقریبا آبیه و شیک نیست، ولی عمامه شیک، یعنی این تو با هر دو میای بیرون، مستجری خونه نشه. شاد ز عمامه و از دلق باش، منتظر محکمه خلق باش. شاد ز عمامه و از دلق باش، منتظر محکمه خلق باش. که البته فقط ایشون نباید منتظر باشه، دیگران هم هستند که باید منتظر باشن. و امیدوارم یاد این پیرزن همیشه با ما باشه، همچنان که یاد اون پیرزنی که دامن سلطان سنجر گرفت همیشه با ماست. یاد مظلومان همیشه با ماست، و یاد ظالمان هر لحظه با ماست. با ماست، با ماست، و موقعی که زور نباشه. تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داری، براتون روزگار در حد امکان خوشی آرزو میکنم.